سلام بچه‌ها، تو این جلسه میخوام در مورد رندل المنت ها توی 3D Max توی V-Ray بهتون توضیح بدم که چجوری میتونیم با استفاده از اونها رندرهامون رو خیلی راحت‌تر کنیم. پس تا این ویدیو با من همراه باشید که خیلی راحت این مبحث رو یاد بگیریدش. خب بچه‌ها ببینید اینجا رو، من الان این رو میارمش پایین، میام توی مکس. این الان صحنه‌ای که من دارم، درسته؟ توی تنظیمات رندر که برم، توی سربرگ آخرش یه دونه گزینه به اسم رندر المنت. احتمالاً خیلیاتون با این گزینه آشنا هستید، با یه سری از المنت ها آشنا هستید. برای اون کسایی که آشنا نیستن دارم یه توضیح کلی میدم. من اینجا اگه اد رو بزنم یه سری المنت ها رو من اینجا میبینم که اینا خب من کمک میکنن که بعدم توی فتوشاپ بتونم پست پروداکشن بکنم و کارم رو خیلی رئال تر بکنم. از جمله المنت های پرکاربردی که ما اینجا میتونیم استفاده بکنیم، یه دونه المنت دینویزره، ویری دینویزر، که باعث میشه نویز تصویر من گرفته بشه. اکسترا تکسه که من میتونم در واقع این گوشه های کارم رو یه ذره شارپ تر کنم، درسته؟ یه ذره بالاتر توی ویری های جدید، ویری 5.5.1، ویری ای او هستش که باز همین کار رو انجام میده که اصولا من جفتش رو اد میکنم. دیگه بخوام بیام پایین تر، یه دونه وایر کالره که من میتونم برای هر کدوم از این آبجکت های خودم یک رنگی تعریف بکنم، مثل این دقیقا. ببینید یک رنگی تعریف بکنم، تا این نیست، اینه. مثلا اینجا تعریف کردم که شیشه من آبی باشه، پرده‌های من توسی باشه، این گلدن من سبز باشه، این میز من نارنجی باشه که بتونم توی فتوشاپ راحت‌تر بگیرمش. پس این در واقع وایر کالره. یه دونه دیگه ویری اسپیکولار، باعث میشه که درخشندگی، اون قسمت‌هایی که درخشندگی دارن رو من بتونم می‌ذاره بولترش بکنم و جذاب‌تر بشه کار من، درسته؟ دیگه بهتون بگم اینجا چیزی که پرکاربرد رندر آیدیه، این رندر آیدی، ویری رندر آیدی. رندر آیدی چیکار میکنه؟ اینجا رو ببینید، این رندر آیدی منه. رندر آیدی میاد هر کدوم از این آبجکت ها رو با توجه به اون آیدی که دارن یک رنگی رو بهش میده. مثلا اینجا به این پنجره من توی وایر کالر من براش تعریف کرده بودم، اینجا دیگه تعریف نمی کنم، این خودش میاد واسه من تفکیک رنگ رو انجام میده. ببین مثلا این گلدونی که من اینجا گذاشتم کلی آبجکت داره داخلش و هر کدوم از اینها رو اومده یک رنگ براش در نظر گرفته، چون آیدی هاشون با هم متفاوته و خیلی پرکاربرد. بعضی موقعا میبینی که توی وایر کالر یه چیزی رو انتخاب نکردیم، از رندر آیدی استفاده میکنیم. ویری رفرکشن، اون قسمت هایی که شیشه ای طور هستن رو میاد میتونم باهاش با استفاده از این گزینه یه ذره شفافتر بکنم، یه ذره تیره تر بکنم، روشن تر بکنم و راحت تر میتونم روش متریال شیشم مدیریت داشته باشم، یه متریال آب مثلا، چیزی که رفرکت داره. و ویری رفلکشن هم که در واقع اون رفلکتیه که من دارم توی متریال میبینم و میتونم بیشترش بکنم، میتونم کنتراست متریال رو بالاتر ببرم باش. دیگه اگه بخوام بهتون یه توضیح دیگه بده، اینجا چیزی بهتون معرفی کنم، ویری دیفیوز فیلتر، دیفیوز در واقع اون تکسچری که ما گذاشتیم رو بدون رفرکت، بدون رفلکت به ما نشون میده، بدون بامپ. اینگاه مثلا این عکسی که من اینجا دارم تو این کف، این رو همین جوری واسه من نشون میده که من میتونم یه ذره رگه های اون تکسچر هایی که دارم رو، دیفیوزی که دادم رو بیشتر بکنم، شارپترش بکنم و رندر من جذابتر بشه. این تقریبا چیزای پرکاربرد بود. حالا خیلی چیزای دیگه هم هستش که اینا خیلی پرکاربرده، من همیشه از اینها استفاده میکنم و اوکیش میکنم. زمانی که اوکی میکنم اینجا اضافه میشه. فقط دقت کنید توی قسمت اکسترا تکست من باید بیام روش کلیک بکنم، بیام پایین‌تر. بچه‌ها ببینید اینجوری بیام پایین‌تر، رو اکسترا تکس کلیک می‌کنم، میام پایین‌تر و اینجا توی قسمت تکسچر روی نو مپ کلیک می‌کنم. مپ‌های 3D Max که برام باز شد، میام توی قسمت مپس، اینجا توی سربرگ ویری و اینجا بهش ویری دیرت رو میدم، درسته؟ حالا اگه بخوام کنترلش بکنم، من اصولا این کار رو انجام میدم، متریال ادیتور رو باز می‌کنم، دقت کنید، متریال ادیتور رو باز می‌کنم، می‌ذارمش کنار، اینجا می‌ذارم و این رو میام مثلا توی یکی از این اسلات ها میندازمش از نوع اینستنس. حتما اینجا مقدار ردیوسش روی 10 سانتی متر، یعنی اگه من یک درزی دارم، بذار من بهتون تو عکس نشون بدم، ببینید این الان مثلا اکسترا تکسه، اینجا اگه من یک درزی دارم 10 سانتی متر این سیاهیه رو امتدادش میده، یعنی اینجا تیره کم کم میاد مثلا نازکتر میشه اگه روی 1 باشه. من چون متریک دارم کار میکنم، برای همین من همیشه این رو عددش رو کم میکنم، میذارمش روی 0.1 0.2 که 1 سانتی متر 2 سانتی متر نهایتا واسه من این کار رو انجام بده، درسته؟ این کاری که بکنم رندر بگیرم، فکر کنم مثلا من رندر رو مثلا من گرفتم اینجا، درسته؟ این مثلا رندر من اینجا گرفته شد، میام اینجا روی این سیو کلیک میکنم و اینجا کلیک رو نگه میدارم و اینجا میام سیو آل ایمیج رو میزنم. این کار رو که بکنم سیوش بکنم، دقیقا تمام اون المنت واسه من اینجا ظاهر میشه. این المنت ها رو حالا من میتونم بیام داخل فتوشاپ یه سری کارها رو انجام بدم. من اینجا فقط براتون
وایرکالر رو مثال میزنم و اکستراتکس رو بازه یه چند تاش رو براتون مثال بزنم دیگه چیکارتون کنم. ببینید الان مثلا من این رندر خام من بود، بعد اومدم با فتوشاپ یه همچین رندری شده، ببینید خیلی شارپتر شده، خیلی نورش بهتر شده و جذابتر شده. حالا من این رندر خامه رو میندازم توی این فتوشاپ، بازش میکنم اینجا توی فتوشاپ باز شد. میام اولین کاری که میکنم مثلا، من نمیخوام الان پست پروداکشن رو بهتون یاد بدم و دارم بهتون میگم که چجوری میتونید این کار رو انجام بدید. وایر کالر رو میندازم توی صحنه، میکشم روی این، میندازم دقیقاً فیکس بشه روش، دوباره کلیک میکنم که فیکس بشه روش. حالا میام اینجا مثلا میرم روی سلکت کالر رنج، دیگه به جایی که مثلا اون این گلدون رو بخوام انتخاب بکنم بیام دورگیری بکنم، روش یه بار کلیک میکنم و از این قسمت میام اون میزانش رو کنترل میکنم که اینجا چیزای اضافهش انتخاب نشه. اوکیش میکنم، ببینید انتخاب شد. حالا این لایه رو خاموش میکنم، روی لایه اصلیم کلیک میکنم، یه کنترل جی میزنم، از این لایه، از این فقط گلدونه یه دونه ببینید واسه من اومد، یک لایه جدید درست کرد. حالا روی این لایه جدید کلیک میکنم، مثلا میرم تو ایمیج ادجاستمنت، اینجا لول میدم و این لول رو من مثلا میام کنترلش میکنم که بتونم اون گیاه هم رو جذاب ترش بکنم. ببین بچه ها خیلی راحت الان گیاه من اینجوری بود، خیلی مرده بود توی رندر و الان توی این صحنه کاملا ریال و جذاب تر داره دیده میشه، درسته؟ البته بگم ما توی پک ویری آرکی پست پروداکشن رو کامل بهش پرداختیم، توی 10 تا پروژه که کامل اصلا متوجه میشید که چه جوریه، هم پلاگین ویری رو یاد میگیرید هم پست پروداکشن رو. جدا از تبلیغ بریم سراغ آموزشتون. این یک نمونه از وایر کالر بود. مثلا اینجا من میام اکستراتکس رو مینازم توی کار، دقت کنید این اکستراتکس من، درسته؟ حالا میام مود این رو میارم میذارمش روی حالت مولتی پلی، خاموشش میکنم. ببینید این گوشه های تصویر من رو ببینید، اینجا رو ببینید، پرده رو ببینید، یا این لبه ها رو ببینید. حالا این روشنش میکنم، ببینید چقدر اومده اینجا رو، ببینید چه دیتیلی اضافه کرده. حالا بچه ها بعد بعضی موقع ما این زیاده، میایم کمش میکنیم، روش کلیک میکنیم، از مقدار اپاسیتی این رو کمترش میکنیم، ببینید به این شکل کمتر بشه که بتونیم در واقع اون حس مناسب رو بگیریم. ولی سایه ها رو ببینید چه سایه قشنگ این لبه ها ایجاد میکنه، این لبه پنجره مثلا ببینید چه دیتیلی رو داره میده. اینجا دیتیل دیده نمیشد اصلا، من زوم شم الان داره دیتیل دیده میشه، قبلا دیده نمیشد، اینجا دیتیل قشنگی داره ایجاد میکنه و این به خاطر اکستراتکس یا ای اوی که ما داریم همین کار رو واسه ما انجام میده. یا اگه مثلا میام رفرکشن رو بیارم توی کار، ببین این رفرکشن من میاد توی کار، میام مودش رو میذارم روی حالت اسکرین رفرکشن رو، ببینید نور بیرون من چیکار میکنه، چقدر جذابتر داره میکنه نور بیرون رو، چون شیشه است داره شفافترش میکنه. اینجا شیشه های این متریال رو ببینید چقدر داره شفافتر و ریالتر میشه، به شیشه نزدیکتر میشه و به این شکل ما میتونیم خیلی راحت به نتیجه خیلی درستی برسیم. حالا چیزهای دیگه ای هم اینجا هستش که من تو مثلاشون استفاده کنم، اسپیکولار درخشندگی، ببینید اینجا مثلا الان درخشندگی فقط این قسمت رو داره واسه من تشخیص میده، مثلا توی این رندر زیاد مناسب نبوده، ولی اگه این مناسب بود میتونستم از این هم استفاده بکنم توی این صحنه، یا خیلی چیزای دیگه که من دیگه زیاد از این بازش نمیکنم چون تایم ویدیومون خیلی محدوده و همین دیگه. امیدوارم که از این آموزش نهایت استفاده رو برده باشی، از این المنت ها استفاده کنید چون خیلی کمکتون میکنه توی پست پروداکشن که رندرتون رو رئال تر بکنید. اگه خوشت اومد لایک و کامنت یادت نره، از اگه هم از اکسپلور داریم این ویدیو رو نگاه میکنی حتما داخل پیج من کلی آموزش رو رایگان رو جذاب برگذاشتم که میتونید همه شون استفاده کنید. تا اینجای کار وقتت بخیر و خدا نگهدار.